بس امروز ما شما درباره التهاب یا انفلامیشن درباره انفلامیشن یا التهاب چی هست؟ ببینید دوستای عزیز، شما زمانی که درس میخونین باید کوشش کنین مفهومش رو درک بکنین. نه که ما شما خط خط التهاب یا انفلامیشن تعریف بکنیم یا بررسی بکنیم. ببینید هدف از التهاب یا انفلامیشن چی هست؟ زمانی که یک آسیب نسجی به وجود بیاد، یک صدمه نسجی به وجود بیاد، این صدمه نسجی در هر بیزی که باشد، به هر علتی که باشد، میتونه این صدمه نسجی توسط یک انتان به وجود بیاد، میتونه اینمی صدمه نسجی توسط یک صدمه، توسط یک تروما به وجود بیاد، توسط یک تروما وجوده، یا میتونه توسط یک ماده کیمیایی به وجود آمده باشه، توسط کیمیکال اجنت به وجود آمده باشه، میتونه توسط توکسین به وجود آمده باشه، میتونه توسط تشعشع یا توسط رادیشن به وجود آمده باشه، میتونه توسط حرارت به وجود آمده باشه یا هر عاملی دیگه. زمانی که اینمی عوامل باعثی تخریب انسان شود، باعثی صدمه حجرات شود، در نتیجه یک تعداد حجرات ما شما از بین میره، حجرات میمیره. در نتیجه از بین رفتن اینمی حجرات، زمانی که اینمی صدمات در یک قسمت از انسان به وجود بیاید، یک تعداد حجرات میمیره. اینمی حجرات آسیب دیده خودشان یک تعداد مواد کیمیایی را آزاد نه، اینمی مواد کیمیاوی آزاد شده توسط از این حجرات چی میکنه؟ وظایف حجرات نرمال اطراف خود را تغییر میده. این حجره خودش از بین رفته، مرده، و در نتیجه یک تعداد مواد کیمیاوی را آزاد مونه، یک تعداد مواد کیمیاوی را در اطراف خودش آزاد نه. اینمی مواد کیمیاوی چی میکنه؟ وظایف نرمال حجرات اطراف خودش را تغییر میده، که ما بینمی یک تغییری مغلق و پیچیده حجرات نرمال اطراف حجرات آسیب دیده چی میگیم؟ التهاب میگیم. التهاب اونمو تغییرات مغلق و پیچیده‌ای که ما نمیفهمیم فعلا چی تغییراتیه، بعدا صحبت نمیم در بارش. ما به اونمو تغییرات مغلق و پیچیده حجرات نرمال اطراف حجرات آسیب دیده چی میگیم؟ التهاب میگیم. که چی میکنه اینمی تغییرات؟ طوری که اینمی تغییرات حجرات نرماله، این حجرات نرمال فرض کنین، این حجرات آسیب دیده، اینمی تغییرات حجرات چه؟ تغییرات حجرات نرمال اطراف حجره آسیب دیده چی میکنه؟ باعث میشه که از انتشار اینمی آفت و دیگر قسمت ها جلوگیری بکنه. ما به اینمی تغییرات مغلقه که مانع انتشار آفت، صدمه و دیگه قسمت های عضویت میشه، ما به اینمی تغییرات مغلق التهاب یا انفلامیشن میگیم. یعنی هر کس از شما پرسانه که التهاب یا انفلامیشن تعریف کنین، تعریف چی نمیه؟ هرگاه یک آسیب، یک صدمه، یک آفت به یک حجره بدن ما شما تخریب کنه، اینمی حجره تخریب شده یک تعداد مواد کیمیایی را آزاد مونه، که اینمی مواد کیمیایی آزاد شده وظایف حجرات نرمال اطراف از این ساحه را تغییر میده، که ما بینمی تغییرات که بینمی تغییراتی که در وظایف حجرات نرمال اطراف حجره آسیب دیده به وجود آمده التهاب میگیم. این تغییرات چی میکنه؟ این تغییرات مانع انتشار آفت و دیگه قسمت ها میشه. در حقیقت اینمی التهاب کوشش بکنه که اینمی آفتی به وجود آمده را در اینمی ساحل لوکالایز بکنه، موضعی بکنه و از انتشارش چی بکنه؟ جلوگیری بکنه و این خودش محافظت میکنه ما شما را، یک موضوع پروتکشن. خب حالا وقتی که اینمی التهاب به وجود میاد، پس مشخصی یک التهاب چیه؟